نگفت. واقعا متاسفم واسه خودمون، واسه شما که کشورمون اینقدر داغون شد. چیزی دیگه نمیتونم بگم. ما متاسف باید باشیم، تقصیر ما نیست، تقصیر اونایی که داغون کردن. ما فقط سوختیم. سلام، اینجا کانال ما دوتاست و خوش اومدیم به کانال ما. سلام، خوش اومدیم. آقا امروز اومدیم با آهنگ جدید عنایت به اسم اسلیپ، یا بهتره که فارسی بگم دیگه. نه دیگه، اسم آهنگ اسلیپه، نصف فارسی نصف انگلیسیش نکنم. اومدیم با آهنگ عنایت به اسم اسلیپ. آقا من توی تلفظ اسم عنایت واقعا موندم، نمیدونم اینایته، چون که انگلیسی اینایت نوشته، بعد فارسی به نظرم عنایت، عنایت میشه ای نایت دیگه. میدونی یه چیزی بگم؟ نمیدونم، اگه شما میدونین زیر بمیسین. بفرم چی میخواستیم بگیم؟ خواستم بگم که امروز، همین امروز درخواست دادین، همین امروز داریم ریاکت میدیم. ببین ما چقدر چی؟ یکم از خودمون تعریف کن. ما چقدر سریع ریاکت میدیم. خب ریاکت همینه دیگه. نه، به ما درخواست بدید، ما هم سریع ریاکت میدیم. بس درخواست بدیم، منظورم که آهنگ درخواست یاد داره میگیره، من کامنت میگیرم، نگارم یاد داره میگیره که کامنت بگیره. آفرین آفرین آفرین. دارم میگم که دیگه قشنگ داره یوتیوبر میشه. نه، من دارم میگم که برای ما کامنت اوه، کسایی که دوست دارید کامنت کنید. من دارم میگم برای ما کامنت بذارین. اصلا هم دارم کامنت نمیگیرم. نه منظورم، ببین نگاه کن، منظورم اینه که آرتیست ها رو معرفی کنن. ما بهش آفرین. نگاه کن قلم هم دستمه، دفترم هم. آره دفترم هم اینجا، ببین چه قطری داره، این باید پر شد. آره منظورش اینه که درخواست بدیم و ما بهشون ریاکت بریم. و عنایت، حالا نمیدونم اینایت تلفظش کنم یا عنایت، زیر حتما بنویسین. کارش فوق‌العاده است. کار قبلی که ازش گوش دادیم خیلی قشنگ بود. آره واقعا دوستش داشتم. این کارش هم خواب، حالا بگیم به فارسی بهتره، و به ولش کن. ترک اسلیپ از عنایت، بریم بهش ریاکشن بریم. طرف اسم آهنگش میشه اسلیپ، چرا باید بگی خواب؟ خب باید بگی اسلیپ، آخه فارسی میشه خواب. میدونم. بریم آهنگ گوش بدیم. کاورش، کاور به این زیبایی، بعضی وقتا آدم کاور نمیبینه، ولی این کاور نبینی اصلا ضرر کردی. اولا بگم که این آهنگم از کمپانی سرک اومده بیرون و سرک کمپانی واقعا خیلی استعدادهای خوبی رو معرفی داره میکنه. و کاور که هیچی دیگه، اوضاع همه ما تو این روزاست. پا رو هوا، سر به پایین، و انگار داریم فرو میریم به اعماق اقیانوس. واقعا احساس میکنم که حال این روزای همه ماست. اگه صدایی میشنمیم، پسرمون پایین داره بازی میکنه، صداش میاد. و برای دومین بار گفتم بریم آهنگ رو گوش بدیم. یه شعر داره اون زیر، یه نفر میخونه. افغانستان امارت نیست. تیکش به تیکه به چیز دیگه، طالبان که میگن امارت اسلامی افغانستان. که شد مفهمیدیدم خوب حال دلم، مام خوش بودم فهمیدم گفتن اون. ببخشید فکر کنم نمیگه امارت اسلامی افغانستان، میگه امارت اسلامی. گفتم خالق مست چکر بودم که ترافیکا سر کار نبودم، شدم مال ما درس میخواندم و آمدگاه وارم است، از خون دادم خاتمت جنگ. خلاص شد خلاص شد دیگه نیست طالب، سبا سلد آسمان رو بطن پرواز، بیایم روی زمین که تو فرا شد. بگردیم بگردیم دیگه نیست چیزی که بترسیم، بریم اطراف وطن. آخ داره از زمان خوبی میگه. چکر تا نیمه های شب و بخنده، زمین و زمان میخوانه ترانه، موتو دای زیر پل دخانه، کت زن و بچه خود شبانه دارن محفل شانه پرانه. خیلی قویه. تکست نوشتنش
فوق العاده است نهایت. ندارم دیگه مرز و غربت جوانا در سر سفرکت مادر و پدر و فامیل خود فقط خنده کنن. نصف گیتی نمیریم سر مزار شهید زنی بیو مریض نیست و شکایش خمگی. من واقعا عشق تو چشم جمع میشه این چیزا رو میشنوم. آدم هایی که این شرایط زندگی کردن الان کشور دست طالبان چی میکشن؟ دختر خانگی صدمه کنه پرواز کبوتر آزادی او را دگه آرزوش نمیگویه از زیر چادری و جای شوی مویاش شمالک داره راحتی آزاد از پاس زگیر نمیتنش گودی یا شاندگیز و پیسا فروخته نمیشه دیگه پادزی نمیره زیر زور زن نمیشه زیور زرد زخم لط نمیخورم مستقل است دور از خشم مرد جیبا پیسا پر تایتا کل مردم سعی به خود بین بندل میده خوردارم میتن. ای کاش واقعا اینطوری بود هنوز. بایش خوش میرم مکتب بایده پشت زمین به جای مین گل عیده گوش خبر خوش از تایپ گل نمی زمین به جای مین گل کنن سبز و سیاه و سرخ اسم بیرقم افغانستان ما سبز و سیاه و سرخ بیرقم تایپ گل نمی کنن سبز و سیاه و سرخ اسم بیرقم افغانستان امارت نیست افغانه ده حقارت نیست شکر خدا شکایت نیست زندانه و اسارت نیست آرامش از نمی کنم تشویش میکنم ابدامشون تشویق شدم انسان نوحشی دار فانی وجود هستی نمی بینم خواب وطن میمانم ده خاکم قدم دیدم پدر ده شار و سرک دیگه کت خود نگفت. واقعا متاسفم واسه خودمون واسه شما که کشورمون اینقدر داغون شد. چیزی دیگه نمیتونم بگم. ما چرا متاسف باید باشیم؟ تقصیر ما نیست. تقصیر اونایی که داغون کردن. ما فقط سوختیم. تون که جان مرف دولت وظیفه شناس کلگی در مسیر خود باز با مردم میکردن چشم باز زنها و دخترها آزادتر از فرشته ها تجیبم لایتر سیکرت نبود پر از نخود و کشمش نداشتم جنگ در فکرم پشت مادر دخ شدم در جای زنم رفتم پیشش پیسه نبود یورو تومن دل مادرم خوش و خورم غریبی نبود خانه اجاره مادر مریض در کنج خانه جان نمیداد نمیشدم هیچ جای پنهان نمیدادن اختار فکر و نژاد یکی انسان مادر الان نمیدونم عنایت افغانستان یا نه واقعا ولی اگه افغانستان باشه الان باید پنهان بشه خیلی سخته میدونی آدم یک لحظه با خوندنش این چیزایی که میگفت تو ذهنم ساختم یه بهشت یه دفعه وسط این بهشت انگار یه بمب خورد همه چی عوض شد نتونستم جلوی خودم بگیرم ببخشید واقعا شب شده بود خدا مهمان رفیقای خطری چرسم میزدن در کوچه بغلی چند کشور نبود فاصله پیش چشمان چهره نفریم عشق ما شده بود ابدی حقیقت رویا را زندگی میکردم کل روز تا شفقی دلا شاد در شام جمعه دل تنگ سالهاست مرده به جای فیر شادی صدا میداد شبی خودی یا بگانه نبودن نداشتم در جانم زخم نداشتم درد در آینم دیدم یک مرد پیش خیلی قویه کارش خیلی یعنی واقعا من بهتون قول میدم عنایت از اون آدمایی که در آینده خیلی بیشتر اسمشو میشتم رفت بود نماند و پس پدرم گفت فناه دست دعایم گفتم زنده باشی مجاه گفتم تو هستی خدایم بخشیده شده بود گناهم خدا گوش شده بود به دعایم این آیت بخیز و بچه منم تو سر کار نمیری بخیز دیگه شرشونیم بجا شد که دیر میشه اوه همه رو قاب دید باز میکشم بخیز دانا ای کاش تو بیداری اتفاقا میفتم عمیق کشیدم نفس هوای کوچه سر از دلم یک درد در سینه میکفم میشم گنگ سر در صف موتر دکت دستم سکره تر روشن در فکرم بدتر از کل حسم رفتم سر کار زود کلش روحی ها یک خواب بود لکه فامیدم زندگیز کابوس نباید شب من نابود کل چیزا ره واقعا اون یه رویا و خواب شیرین بود و اومد تو زندگی کابوس واقعی. چیکار کردی بابا عنایت؟ تو این کانال فقط عشق مادر نیومده بود که در اومد از این کدام شروع
کردم و صبر کردم ادامه دادم ادامه دادم تا وقت خسته شدم چیز در دست من نبود زاده شده جنگ و مرزم یخ در برف و کلان شده غرب و درسم دین و اجتماع که هستم لیکن دست خودم از مغزم میتونم تعهد که بشم به خود یک منصب یک مرد خوب میتونم تغییر دهی تقدیر خوشیارم میکنم تقسی میگرم دست هر کی ضعیف میسازم قسمت در مسیر. حرف خیلی خوبی زد، کاری که میتونیم انجام بدیم حداقل دیگه، اونا که یه رویا بود هیچ. شروع میکنم از صفر میفهمی پس نمیروهش در جایی که باشم بیرق و من اعلان نمیتونه از من خود درد بوده کلش ده سال دگان بوش فکرم بزرگتر از آرزو. واقعا جایی که هستیم لاغر بیرقمون و خواستمون و پرچممون رو ول نکنه، ببریم بالا بالا ببریم. باز جنگ کردم در زمانه که کلگی بودن در خواب کتا به انتظار نشی بچش نمیگیره کسی دست دفتادی زمین باز بخیست کجاستی کی هستی مهم نیست کسی در این زندگی بردست که بوده پیش از این دوام دار ریشگی فقط به خدا حتی خود خدا میگه به خدا تا پیدا کنی خدا. این موسیقی آخرشو گوش کن. ای خدا یه فوق‌العاده. من چقدر خوشم میاد که موسیقی سنتی قاطی بشه. حالا این کامل سنتی اون تهش نمیدونم، دقیق متوجه نشدم چه سازی بود، حالا دروغ نگم نمیدونم کامل سنتی بود یا نه، ولی قشنگ حالا هوای سنتی طور داده بود با آهنگ. خیلی خوشم میاد. رپ خب یه چیز مدرنه دیگه، هر جوری حساب کنی موسیقی سنتی بهش اضافه میکنی. ساحر تو این چیزا خیلی کارهای عجیب غریب میکنه. ساحر واقعا استاد این کاره به نظر من. اینجا هم یه همچی چیزی رو دیدیم، خیلی خوشم اومد. بذار من تصویر درست کنم. امیدوارم که ناراحت نشده باشین، یک لحظه نتونستم جلوی خودم بگیرم اون بغضم ترکید، چون واقعا داره ظلم میشه، مخصوصا الان توی افغانستان خیلی داره ظلم میشه، خیلی زیاد. وقتی میشنویم از بچه‌هایی که همه دارن فرار میکنن و هر روز دارن جابجا میشن، حالا فرار اسمشو نذاریم بهتره، هر روز دارن جابجا میشن که مثلا طالبان پیداشون نکنه، اذیتشون نکنن، یا همه به فکر خارج شدن از کشورن که دردسر واسه شو ایجاد نشه. واقعا این چیزا اذیت میکنه آدمو. نه اینکه بگم تو ایران اوضاع بهتره و اینا، اصلا نمیخوام مقایسه کنم، یه وقت مثلا دوچار سوء تفاهم نشیم، ولی واقعا از ته دل میگم ناراحت میشم، یعنی اصلا نتونستم جلوی خودمو بگیرم، واقعا معذرت میخوام. اصلا دلم نمیخواست امروز ویدیو سمت ناراحتی برا، دیگه عنایت کردی که تقصیر من نبود، تقصیر عنایت بود که رفت تو این سمت و مالم با خودش بود. ولی شوخی میکنم، کار عالی بود، کار خیلی قوی بود، قشنگ من اسم آهنگ یادم رفته بود، اصلا یادم رفته بود که درباره خوابه. قشنگ چیزایی که داشت میگفت باور کردم، مثلا ذهنیت ساختم، یه دفعه انگار یه چیزی بهم گفت پسر این همه خوابه، همه چی ترکید، دیگه نتونستم بغض خودم رو بگیرم. شرمنده. شما حرفی سخنی پندی اندرزی به ما دارید؟ خیلی خوب بود. من اینجور موقع علکی لبخند میزنم بتونم خودم کنترل کنم، میخندم، سعی میکنم کنترل کنم، بعضی وقتا نمیتونم، ولی خب سعی خودم کردم. مخصوصا وقتی بغض تو ترکید دیگه گفتم من خودم کنترل کنم. آره نه نه اصلا اشتباه کردم، درست نیست، بعدم ریاکشنم میره. آره باید بیشتر روی نمیشه دیگه، انقدر میدونین ما آدماییم به هر چقدر بگیم خاورمیانه جاییه که با احساسات گره خورده، حالا چه خوب چه بد نمیتونیم بگیم احساساتی نیستیم. من خودم خیلی احساساتیم، نمیتونم اصلا جلوی خودم بگیرم، چیزی که ناراحتم میکنه ناراحتم میکنه، تموم شد و رفت. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این آهنگ. لطفا کانال ما رو سابسکرایب کنین و دوستاتون معرفی کنین، این ویدیو رو لایک کنین. شما چیزی نمیخوای بگی؟ یه
که آه اینستاگرام ما رو فالو کنید. خب من برم چیزی میخوای من خودم حفظ کنم بجات؟ من برم میخوای بجات بزن؟ من برم. دیالوگ فیلم چی بود؟ اسمش یادم بی خود بی جهت. آفرین. من باید برم چیز یاد بگیرم اسم. اگه فیلم بی خود و بی جهت رو ندیدین حتما ببینین، چون فیلم قشنگه. چون آقا اجازه نمیده من حرف بزنم، من باید برم. از بگو اسمش چیه وقتی با دست ترجمه میکنی حرف بزنی اینطوری. ببرم از اونها یاد بگیرم که میلاد داره حرف میزنه. من... زبان اشاره. آفرین. آره. باید برم زبان اشاره یاد بگیرم که میلاد داره حرف میزنه، منم بتونم حرفامو بزنم. بله بله بله. بعد زیرنویسم میکنم. خیلی خوب میشه. عالی. چه حالا ماما؟ تایید کرد. من یه دستم تو دستای میلاد بود، یه دستم دارم نعنای بچه تکون میدم. به سر گلم هم تایید کرد. تا ویدیو بعد خداحافظ. مرسی که تا اینجا ویدیو با ما بودید. تا درود دیگر بدرود. تا درودی دیگر بدرود. Mod, 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 mod